خیلی ها که امروز با دین آشنان میگن خب در دین سیاست هم هست، ولی توجه ندارم به این که اصل ماجرا این بوده و به نوعی میشه گفت تمام دعواها سر این قصه و قصه این بخش دینه سیاست بوده. بله، و قدرت. باید با یک دقتی چرایی این موضوع که چرا دعوا سر سیاست بوده و چگونگی این موضوع که چگونه این دعوا شکل گرفت تأمل کرد. وقتی رسول خدا مبعوث میشن به رسالت، میخوان مردم رو هدایت کنن. این هدایت که اجباری نیست، نخیر، لا اکراه فی الدین، هر کی دوست داره بیاد، هر کی دوست داره بیاد. خب باید این هدایت در یک فضای آزاد باشه. پیامبر گرامی اسلام غیر از این که پیام رو باید به مردم برسونه که هر کی دلش خواست بیاد انتخاب کنه، باید این مردم آزادی باشن، اولا تحت ستم قدرت ها نباشن. باید بگه که آقا ول کن اینو، شاید این دین رو خواست انتخاب بکنه. خب مجبور پیغمبر با زورگویان بجنگه، یعنی فضای آزاد ایجاد کنه، فضای آزاد رو ایجاد کنه. ممکنه پیامبر در یک جامعه ای که زورگویان حاکمن بتونه 4 نفر رو جذب کنه، ولی 40 نفر رو نمیتونه جذب کنه، اجازه نمیدن. وقت اون کسانی که تحت ستم میان، مثل عمار یاسر و پدر و مادرش، میان به اون میگیرون، پدر و مادر او تیکه تیکه میشن. یه عمار یاسر این وسط میمونه، عمار یاسرها رو جمع میکنه، چیکار میکنه؟ میره یه لشکر و سپاه درست میکنه، اول با زورگوها به جنگه. ذات ایجاد فضای مناسب برای هدایت، جنگ لازم داره، منازعه قدرت لازم داره، وارد شدن تو عرصه سیاست لازم داره. چون شما نرید تو معادله قدرت و تو عرصه سیاست قدرت ها رو کنار نزنید، اصلا نمیتونید هدایت کنید. فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری نفرستیدیم مگر اینکه فرمانده باشه. آقا چرا فرمانده باشه؟ بگو پیغمبر باشه دیگه، به فرمانده هیچی کار داره. بگو پیغامشو به ما بده، بره دنبال کار خودش، ما میپذیریم یا نمیپذیریم. خدا میفرماد آخه مناسبات قدرت در جوامع بشری برقراره و من ایشونو مأمور کردم پیام رو برسونه، حتما مبلغ. خبرگزاری که نیستش که فقط بخواد خبر بده. و ولی خود کیست؟ مولا آن که آزادت کند، نه برای اینکه به زور مردم رو ببره بهشت، نه برای اینکه به زور مردم رو مسلمان کنه، بلکه مردم رو آزاد کنه که بتونن دین ایمان بیارن. الان مسخره بازی در آوردن، بعضیا فکر میکنن که روشنفکرها و غرب، روشنفکرای غرب زده فکر میکنن که بله آزادی از غرب اومده، یه مفهوم غربیه. آزادی لازمه دینه، آزادی لازمه دینه. باید این مردم آزادی باشن اولا، شاید این دین رو خاص انتخاب بکنه. این یک تو مقدمه. مقدمه دوم، وقتی رسول خدا اومد و یک نظام ارزشی رو بنا نهاد، این نظام ارزشی سیستم ساختار قدرت جامعه رو به هم می‌ریزه دیگه. اگه شما تو اون جامعه آدم حسابی بودی، معلوم نیست دیگه بعد از آمدن این نظام ارزشی شما رو قبول کنن. این به کسانی که قدرت پیدا کردن تو این جامعه مثل ابوجهل بر می‌خوره. میگه با اومدن ایشون اولا خودش که رئیس میشه، ثانیاً به ما دیگه چیزی نمیرسه، چون ما آدم این ارزش هایی که ایشون داره میگه نیستیم. بر میخوره، لشکر درست میکنه، در بدر بره پیغمبر رو بکشه. تا پیامبر آمد گفت من پیامبرم، اونا همه چون دین آشنا بودن فهمیدن قدرت رفت دست ایشون، قدرت دیگه دست خودشون نمیومد و همه اینقدر تیز بودن که مطلب رو گرفتن، بلا فاصله جنگ رو شروع کردن. حتی میومدن به رسول خدا میگفتن، گفت قوم بنی ربیعه گفتن یا رسول الله ما کمکت میکنیم، بعد از شما ما میتونیم در نایب شما مشارکت بفرمون؟ نه نمیشه، پس کمک نمیشه. خواهی داشت. پس وقتی دین آمد یک نظام ارزشی رو برقرار میکنه که تو اون نظام ارزشی بعضیا نمیتونن تنفس بکنن. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که اصلا رسول خدا میاد غیر از اینکه مردم رو آزاد بکنه،
و غیر از اینکه مناسبات و قدرت رو به هم میریزه که این دوتا علت برای درگیری، غیر از این دوتا یه اتفاق دیگه هم رقم میزنه، اون این هستش که خودش میخواد رئیس بشه. چون غیر از رسول خدا کسی نمیتونه هم رئیس بشه هم آزادی رو رعایت کنه. کار کسی دیگه نیست، کار کسی دیگه نیست، کار متقینه، کار اولیاء خداست. جز افراد فوق‌العاده با تقوا نمیتونن مدیر باشن، یا خطا میکنن یا خیانت، یا از قبالشون خطا و خیانت‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد. قوی ترین قوه قضاییه رو هم توی کشور شما داشته باشید، مسئولین اهل خطا باشن نمیشه از خطاشون جلوگیری کرد. 2% از خطاشون رو بشه برد دادگاه. این نظام عادلانه پاکی در حد انبیاء و اوصیاء میخواد و کسانی که مورد تایید اونها این حد اساس سیاست. یعنی این الان تو زمان ما هر کی برای میشه میره کاندیدا میشه. بله. مثلا شورای نگهبان چیکار میکنه؟ هی دزدی نکرده باشه، نمیدونم یکی دو سه تا عیب درشت رو نداشته باشه. با اینا همین مشکلاتی که تو جامعه هست در اصل همین جور انتخاب هاست. به اصل زمان درگیری سر مسائل سیاسی و قدرت. برای چی؟ اول باید آزادی بده مردم انتخاب کنه، تا بتونن انتخاب کنن. دوم اینکه ساختار سیاسی به هم می‌ریزه وقتی شما نظام ارزش رو تغییر دادی، دیگه اونها این کاری نیستن، میان درگیر میشن. باید تو باید باشون مقابله کنی. سوم اینکه خودت باید رئیس بشی. چرا؟ چون اصلا ریاست و مدیریت شأن انبیاست. به این سه دلیل وقتی یه پیغمبر مبعوث میشه، یعنی یک اتفاق سیاسی تو شهر.